بچه ها به یه ولاگ دیگه با من. خیلی خوش اومدید. امروز جمعه است، قرار بریم بازار، روز کالیکوت. منم بار اول همون میخوام برم، دوست داشتم شما رو همراه خودم ببرم. بفهم بریم حاضرشیم بچه ها. امروز عید فطره توی ترکیه، تقریبا 3-4 روز رو جشن میگیرن، بزرگترین عیدشونه تقریبا. همه برندها، همه پاساژها، همه مغازه ها تخفیف میذارن. ما هم امروز بریم بیرون ببینیم چه خبره. دیروز کار اداری داشتیم، رفته بودیم سمت سفارت. بعد خیلی برام جالب بود اینکه حتما باید حجاب داشته باشی، یعنی داشتم روایت شونات اسلامی. بعد اگه مثلا رعایت نمی کردی بهت خدمات نمی دادن. ولی جالبتر از اون این که مثلا کارکنانش خیلی مهربون بودن، مثل ایران که دیدی همه اداری ها چقدر بد اخلاقن، اصلا اینجوری نبودن، خیلی خوب بودن و خودشون هم کاملا حجاب داشتن دیگه. این ایران دقیقا انگار اصلا رفته بودی ایران، خیلی باحال بود. بچه ها چیز جالب این که دیروز توی سفارت من داوود هزینه رو دیدم و اصلا باش هیچ کاری نداشتن، خیلی هم عادی رفتار میکرد، هیچ که باش کاری نداشت، خیلی راحت باش کارش انجام میداد با داداشش. به خاطر همین تعجب کردم، میگم وا مگه میشه این همه علیه جمهوری اسلامی اینا حرف زده، چرا باش هیچ کاری ندارن، راحت اومده تو سفارت داده کارش هم انجام میدادن، باش هم خوب بودن، خیلی راحت برای خیلی جالب. به یه آرش روزانه سطحی میکنم، بریم به سمت بازار روز ببینیم چیا داره. همین آدمی که گفت بالاخره آماده شد، عینکشو یادش رفت، برگشت عینکشو بیاره. قربون خدا برم. قربون قدرت خدا برم. همین آدمی که میگفت بالاخره آماده شد، عینکو یادش رفت. بیلی چه خوابیده؟ قربه لابیمونه. ببین این آدم یعنی چوب خدا صدا نداره، سری گوشی هاشو یادش رفته، نگاش کن اصلا یه مرزی. شما دقت نمودی؟ سری منو مسخره کرد، خودش جفت گوشی هاشو یادش رفته. چه مرزشه یعنی؟ واقعا بذارید محوطه یه بلیتمون رو بهتون نشون بدم. به یه سخت داریم، آسمون امروز یه ذره ابریه، احتمال بارندگی هست. بله این همون آدمی بود که اینه که منو مسخره میکرد. آدمی که وسایلش جا نذاره به نظر من یک انسان مرده است. 10 دقیقه پیش یه چیز دیگه میگفتی بچه جان. نه ایراد نداره. خیلی آدمی هستی. خیلی ناتویی. تو کاپشن نیوردی برای من. سرد هوا. برو بالا کاپشنت بیا جا گذاشت. آره تا پروانه میاد هی بریم بالا هی بیایم پایین. ناوکیلی نگاه کن. اصلا پت اومد. من میخواد بره کاپشنشو بیاره. خب یه بار. همش وسایلش جا میذاره، من نمیفهمم. بالاخره اومد، یعنی خنگ بی حواس. همش وسایلش جا میذاره، همش وسایلش جا میذاره، خنگ بی حواس. اسمشون خارپشته واقعا. تیغشو پرد میکنه. ما داریم کمکش میکنیم بره تو اینجا که نره وسط خیابون ماشین لهش کنه. حال عیده میبینید که منتظر ماه. ما دیگه به سلامت خارپشت به مقصد رسوندیم و داریم برمیم. بچه ها اینم پروانه دوستم، خیلی مهربونه، لیدر ما، سفر ما رو ببره بازار روز جمعه بازار. خب پروانه جون حرف سخنی
هم جمعه بازاره هم سه‌شنبه بازار، خیلی نزدیک منطقه ما. چون که هر منطقه همین جمعه بازار سه‌شنبه بازار رو داره، ولی از خوشانس ما که در یک قدمی خونه. ابتدای کار فکر میکنم گم شدیم. آره خیلی، هم خیلی بزرگه هم خیلی شلوغه. امروز جی پی اس من قاطی کرد امروز. از کجا باید بریم؟ کجا باید بیاییم؟ بیا اون بر بیاییم. خوش گلدین. اولی که خواستم پیدا کردم سیر میخواستم، سیر نداشتم. چقدر؟ 15 لیره. کاهو سبزی. کاهو ده لیره. مفته، خدایی مفته. ولی این کاهو خوشمزه نیست، کاهو پیچ میدم. اه دوستان عزیز، کاهو پیچ پیدا کردم، بفهم کو اینه؟ بنوز وان یا تو یه دونه خدای بازار روزش پله برقی هم داره، نگاه کن. پله برقی تو بازار روز من نایده بودم. این یه منوز خدا وکیلی، نگاه کن 70 لیر توت فرنگی خریدیم ما. خدای اینم این توپ پینگ پونگ میمونه. چه حسی داری توت فرنگی 70 لیر رفته تو پاچه هست؟ نه اون 70 لیر ها اینقدر. ای کادی کوی نگاه مفته. دنبال چی میگردی؟ خوبم، ولی این زردی ما رو نداره. مال ما به نارنجی میزنه، اینا زرد قشنگ. آخ از اینا من دوست دارم، خوش خوراک و بد جواب. چی گرفتی منوش خانم؟ زردچوبه. مبارکه. چقدر؟ جونه دلی مفت. خدایی بادو گوجه شستومن. من فقط ور میدارم، نمیدونم 1 کیلو میشه. بابا ور ندارم، من میخوام رب درست کنی اونقدر ور میداری. برو چه؟ اینم محصولات فرشیشونه. گوجه سفید. بذار خیارشون بگیریم. سعید؟ نه بعدی؟ ای بابا اینم هرچی ما گفتیم. نه بچه‌مون اومدیم. نه اومدیم ببینیم. بعدشون عاشق زیتونه داره، 75 65 تست. دیگه تست. تست. نه والا علکی میگه، خدا علکی. یه دقیقه ازت غافل شدم. چی خریدی؟ همه رو تست کردی. نیم کیلو از این خریدی؟ آخر خوشمزه بود. بابا این سیاه چیه خریدی آخر؟ نیم کیلو بیشتر، 40 لیر. اگر این خوش رنگاش میگرفتی؟ یه دونه از اون بنفشه هم خوردم، خیلی خوشمزه بود. والا خدا هر رو تازه بادمجونش ببینیم طعمش چه مزه‌ایه. بچه‌ها اینم قسمت خوشگوارشه که از این آجیلا کیلوی 200 لیره.
دوهاش هم خوبه. من هم عرصه گردو کردم. اون یکی 150. اون یکی 150. بادوم 200 ولی. 200 بادوم هندی 200. شما دیگه میدونید استانبول معدن پنیرهای مختلف. خیلی تنوع داره. ولی ما هیچ کدومو نمیشناسیم. فقط قیمتاش رو میبینیم پرمون میریده. حاضر به تستش هم نیستیم. این لیغوانه. انواع لیغوان آبش هم جدا میدن. فقط این سعیدو یه جای شلوغ ببری گم بشه، یعنی میره یه جایی که نبینی. من گم نشدم، بیا اینجا ناکن. اومدم میشه عمه لیلا. میگه اون عمه لیلاه، مهاجرت کرده. عمه لیلا مهاجرت کرده اومده اینجا. ببین چه بازاری بر خوش راه انداخته، چه بساطیه. مرسی عمه. بابا اینو ول کردی باز اومده زیتون میخوره یه جای دیگه. برو آقا، الان تو زیتون خریدی؟ عمه گرون میده، میدین چرا اونجا میده 70 میده 90. خب عمه کارش اورجیناله. مود نیاز هر خانواده. حالا زیاد نگیری یا دو نفری؟ نمیدونم ریزه. بس دیگه. حالا مهمون نمیخوای بذاری که؟ نارنگی گرفتی؟ نارنگی، خوش رنگ. کیلویی؟ 35 لیر. باریکلا. برو بریم. آقا گوجه سبز خدای خونه هست و بازداری می‌خری؟ نه خدایی. ببینید سعید، یه ذره گوجه سبز از کالیبوی خریدی 50 لیر. یه عالمه خریدم. آقا گوجه سبز بیار. نیم کیلو خریدیم یا عالمه؟ نیم کیلو خریدیم 25 لیر. کیلوی 50 لیر. یعنی اگه لیر 3000 تومان هم باشه میشه کیلوی 150 تومان. یکی بارشون. کیلوی 150 تومان. تهران کیلوی 1 میلیونه. ابلفا. آقا بزرگترین برد زندگی ناکن گوجه سبز انداخته گوشه لپش. هنو هیچی نشده. من بزرگترین برد مهاجرت هم همینجا در همین لحظه کردم. یک کیلو گوجه سبز 150 هزار تومان. ایران 1 میلیونه. من که پول نمیدم ولی باشه. من شما قابلمه رو خریدی؟ چند لیر شد؟ 400 لیر. نه نه وای یو اول فاز پولا دست اینه 400 لیر پولو قابلمه دادی؟ بیا 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 من نشورم و فرودگاه گیت سپا گرفت. این نشور دارن اینجا؟ بابا صابون های درمانی آجوانه گلنار. بچه ها گلنار گلنار کدومه؟ من نمیدونم توی استانبول سفره یا مصرف پیدا نمیشه. حالا ما گیر کردیم. گیر زنم هست هی تو تصویر. نه با آقا سعید رفتیم قسمت آشغال پوشی و منزل که اصلا خیلی آشغاله ولی همیشه باید تو همه خونه ها باشه. حالا قابلمه که تو خریدی؟ قابلمه کوچولو مشکون داره. سبد سینک ببین پیدا می‌کنی از سبد آشغال سینک. بیا اینا. نه اون که محصولات چوبی خیلی با کیفیت عالی. این چیه؟ والدزانیه. نمیشتان چی خریدی؟ رخوارت پرسه دم. چند؟ سنگش. نه ترکی بگو. 25. 25. بچه ها معرفی میکنم، عدس دال عدس.
کدوم بزرگتره نمیدونم. بچه ها اینجا قیمت ها نسبت به بیرون خیلی ارزان تره و کیفیت ها هم عالیه. یعنی کیفیت ها من تصورم این بود که کیفیت ها بد باشه، ولی میوه ها عالی، آجیل ها عالی، وسایل پلاستیکی اینا عالی، همه چی خوب بود. مثلا من یه قابلمه گرفتم 400 لیر، گرانیته، خیلی جنسش خوبه، برند کورتمازه. بعد میوه گرفتیم، موز مثلا کیلوی 25 لیر، گوجه 20 لیر، کاهو گرفتیم، لیمو گرفتیم، خیلی چیزا گرفتیم. بچه ها ما خرید بازار روزمون تموم شد، داریم بر میگردیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید. من آقا سعید، تا یه ویدیو دیگه با من، خدافظ.